احتمالاً کلمه UI رو شنیده باشین اما معنای دقیقش رو ندونین. من زیزه سلمی هستم و توی این ویدیو میخوام بهتون معنی دقیق UI رو بگم و بگم که کجاها کاربرد داره. شاید اون ویدیویی هم که درباره UX ساخته باشیم رو دیده باشین که اگر ندیدین توصیه میکنم که حتما اون ویدیو رو ببینید. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو خوشحالم میکنید که همین الان صفحه منو سابسکرایب و فالو داشته باشین که ویدیوهای بیشتری از من ببینید. UI از کلمه User Interface میاد، به معنی رابط کاربری. اون ارتباط بین انسان و ماشین، کامپیوتر و هر وسیله دیگه ای رو بهش میگن UI یا رابطه کاربری. من دو تا مثال اینجا براتون میزنم که بهتر درکش بکنید. فکر کنید که یه در رو میخواید باز کنید و اون دره دستگیره نداره، عملا نمیتونید از اون در استفاده کنید، یا اینکه میخواید یه چاقو رو دستتون بگیرید و اون چاقو دستگیره نداره، چطوری میخواید ازش استفاده کنید؟ خیلی من یک کلمه میخوام بهتون بگم که این بره در واقع ملکه ذهنتون بشه و همیشه به خاطر داشته باشین که رابطه کاربری چطوری تعریف میشه. خیلی سادهش، مفهوم سادهش میشه این که هر چیزی که امکان استفاده رو به شما بده، قابلیت استفاده داشته باشه، اون بهش میگن رابطه کاربری. هر وسیله‌ای هم که اطرافتون دارید میبینید رابطه کاربری حتما براش طراحی شده و تعریف شده. از لیوان بگیر، میز بگیر، چه میدونم، تا طراحی اپلیکیشن و طراحی سایت که احتمالاً خیلی توی این جاها بیشتر شنیده شده باشه و فکر کنید که فقط برای این جاها کاربرد داره، که حالا جلوتر هم بهش میرسیم که رابطه کاربری در طراحی سایت به چه شکلی اتفاق میفته. طراح UI کارش چیه؟ طراح UI وظیفش اینه که بیاد تصمیم بگیره که هر المانی کجای کار باید قرار بگیره، دکمه ارسال کجا باشه، عضویت کجا قرار بگیره، لغو کجا باشه. و تصور کنید که همه ماها از فرم پر کردن بدمون میاد. چرا؟ به خاطر اینکه احساس میکنیم که کلی اطلاعات نامرتبط به هم دیگه، اطلاعات زیادی، فیلدهای زیادی کنار هم چسبیده، ریز، و همه اینها برمیگرده به طراحی UI. اولین ویژگی که گفتم خیلی مهمه توی طراحی UI قابلیت استفاده کردن بود. بریم سراغ دومین ویژگی که میشه سهولت، رعایت سادگی. کارهای پرتکرار باید راحت تر انجام بشه. بذارید براتون مثال بزنم. توی محیط ویندوز شما کات و کپی کردن رو در طول روز خیلی انجام میدین و مثلا توی آپدیت ویندوز 11 اومدن این کات و کپی رو به شکل آیکون قرار دادن اون قسمت بالا که بتونید راحت تر با انجام دادن یک کلیک، نهایتاً دو کلیک، به اون کاری که میخواید انجام بدید برسید. و اومدن اون در واقع UX رو در نظر گرفتن و توی آپدیت هایی که میدن این طراحی UI رو میان تغییر میدن و به اصطلاح یوزر فرندلی ترش میکنن. سومین ویژگی قابلیت دیده شدنه. احتمالا وارد سایتی شده باشین که وقتی وارد سایت میشین به شکل پاپ آپ ازتون میخواد مثلا عضویت بگیره یا حالا هر دیتای دیگه‌ای، و اینو یک جایی از سایت قرار میدن که بشه بهتر دیدش، یعنی کاملا قابلیت دیده شدن رو داشته باشه. اینجا چون بحث طراحی سایت شد، من از سینا چاوشی مدیر محصول زیتاک میخوام که برامون توضیح بده که طراحی UI در سایت به چه شکل اتفاق میفته. UI امروز در معنی متفاوتی نسبت به گذشته استفاده میشه. User Interface به معنی رابط کاربریه، در واقع هر چیزی که یک کاربر رو به یک ماشین یا کامپیوتر متصل میکنه، مثل موس حتی. اما امروزه ما UI رو بیشتر حول وبسایت ها یا اپلیکیشن ها میشنویم کلمه. در واقع در تعریف امروزی UI ظاهر کلیه وبسایت و اپلیکیشن شماست. ظاهر شما رو اجزای گرافیکی، متن ها، نوع چیدمان و نوع حتی عملگرهایی که کاربر با اونها در ارتباطه. شما اگر میخواید یک وبسایت یا اپلیکیشن طراحی کنید، نیاز دارید که یک بخش بک اند رو طراحی کنید، یعنی یک برنامه‌نویس بیارید و کد بنویسه و اون پشت صحنه کار رو بسازه. سمت ظاهر سایت ما به این کلیت میگیم فرانت اند و یو آی دیزاینرها بخشی از این فرانت اند هستن. کسایی هستن که ارتباط اپلیکیشن ما رو با کاربر طراحی میکنن، اینکه کاربر چه محیطی رو ببینه، با چه محیطی در تعامل بشه. آیا این محیطی که باهاش در تعامل در راستای هدفی که سایت دنبال میکنه هست؟ آیا اصلا به اندازه کافی جذاب و زیبا هست؟ این وظیفه رو UI دیزاینر به عهده داره. خب شاید براتون سوال بشه خب UX هم تقریبا همین کار رو انجام میده. و اصلا خیلی جاها ما کلمه UI رو کنار کلمه UX میشنم، یعنی UI و UX دیزاینرها. خب بله، اینا ارتباط تنگ و تنگی با هم دارن، اما به صورت کلی UI دیزاینرها پیشنهاد دهنده های اولیه طرح هستن و تا حدی هم پیاده کننده های سیستم هستن.
یعنی اجزای گرافیکی رو بعضن طراحی میکنن، بعضن طرحهای اولیه رو معرفی میکنن و UX به کمک UI میاد، یک نوع فیدبک از ارائه بهتر و کاربردیتر UI. حالا بریم سراغ تاریخ و ببینیم که چه اتفاقی برای UI در طول تاریخ افتاده. در سال 1970 در زمان اولین کامپیوترها شما برای انجام ساده ترین دستورات باید از کد نویسی استفاده میکردین، چون هیچ رابطه کاربری به شکل امروزی وجود نداشت که بتونه کار رو آسون کنه. به این نوع کد نویسی تو کامپیوترهای اون زمان کامند لاین گفته میشد. اون زمان گذشت و در سال 1980 اولین رابطه کاربری که میتونستید با آیکون دستورات خودتون رو انجام بدید توسط شرکت زیراکی طراحی شد و استفاده از دکمه ها و منوها باعث شده بود که دیگه به کد نویسی احتیاجی نباشه. گذشت تا سال 1994 اولین PC موفق تجاری با اسم مکینتاش از کمپانی اپل وارد بازار شد که از رابط کاربری کیبورد و موس استفاده میکرد. بعد از اون با رایج شدن کامپیوترهای خونگی جرقه انقلاب UI زده شد. امروز ما 1000 تا سایت داریم، 1000 تا اپلیکیشن داریم که هر کدومشون اومدن طراحی UI رو بهش بیشتر پرداخت کردن، تونستن موفق تر عمل بکنن. اگر محصولی دارید، اگر سایتی دارید، اگر اپلیکیشنی دارید طراحی میکنید، به این قضیه خیلی دقت بکنید. قبلا 4 تا سایت بود، یه دونه اپلیکیشن بود، اصلا ما به همچین چیزی دقت نمیکردیم و مجبور بودیم که ازشون استفاده بکنیم، اما امروز این قضیه خیلی فرق میکنه. ممنونم که تا پایان همراه بودیم. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. یادتون نره که سفر رو سابسکرایب و فالو داشته باشید و اگر ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید. ممنونم و خدافظ.